اللهم صل على محمد و محمد و الله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هر زده به احترام محضر شما برادران و قاهران و راستش جلسه همه هنگیش خیلی سریع انجام شد همین صبح که ما اینجا دای به سخن رو این داشتیم بنا شد که شما خدمت شما برسیم دلیلش هم فقط یک چیز بود اون همون که من دیدم توی بنرا رایفی پورم هم نوشتن جزه سخنران های شب خواستم دروغگو گونشن اومدم. خب ما صبح یه بحثی رو مطرح کردیم که بحث خیلی مهم بود در رابطه با ظهور و اینکه حرفمون این بود ما باید سیستمی رو بسازیم که در مقابل سیستم کفر ها قرار بگیره فردی نه هم حرف اون این بودی و اونا چون سیستمی ساختن که داره تولید کفر میکنه یک روایت داریم امام صادق علیه السلام خیلی روایت کلیدیه من سه تا مارمزون سه سال دارم همینو سخنرانی میکنم تمام نمیشه یه حدیثه شرح جنود عقل و جهل یه ده هم همین مشهد سخنه داشتون این خاطرتون باشه همده دیگه دارم سه سا چار سال دیگه هم طول کش. اون روایت رو بهت بخونید خودتون میفرماد که عقل یه لشکریانی داره جهلم یه لشکریان. ما باید اون چیزی که لشکریان عقله تقویتش کنیم لشکریان جهلم سرکوب کنیم و میدان رو ازشون بگیریم دقیقا اینجام همینه ما باید سیستمی که میسازیم سیستمی که میسازیم می باید چیکار بکنیم باید سیستمی باشه که جنود عقل رو تقویت کنه یعنی تو جنود عقل شما ایثار داشته قوانینی ما بسازیم که از توش ایثار در بیاد یعنی با سبک زندگی درست کنیم که از توش فداکاری در بیاد صدا سیما ما برنامه‌ای بسازه که ایثار و فداکاری توش دیده بشه یه مثال خوب براتون بزنم خیلی وقتا شما سوال دارید که آیا سینما یا تلویزیون اصلا وسیله هست که ما باش بتونیم دین رو تبلیغ کنیم یا نه خیلی بحث کردن سر این از شهید آوینی تر قبلتر بعدتر خب بعضی میگن اصلا رسانه سینما مدیوم ما نیست یعنی ظرفی نیست که ما به واسطش بتونیم دین رو چکار بکنیم تبلیغ کنیم چون ذاتش مال اوناست اصلا فیلم سین... رسانه با خودش مثلا ذاتن تضاد با دین داره یه قبول نداره. من خودم جز کسایی که قبول ندارم میگه چرا مثلا اونا چی میگن میگن این ذات رسانه اینه که قب شکنی میکنه مثلا شما الان تو سخنرانی اینجا نشستی هیچ کدوم دراز نمیکشه شرم حضور اجازه نمیده اما همین شما ها اگه سخنرانی من تو خونه نگاه میکنید دراز میشید من که سهلم یه مرجع تقلیب تلویزیون داره صحبت میکنه دراز میکشه اصلا یه جای دیگه حرم رو داره نشون میده درست دراز کشی داره حرم اهل بیت نشون میده بلند نمیشی کم آدم داریم اینقدر احترام قائل بشه بلند شه درست یا نه میگم میبینی این اصلا با حرمت مشکل داره درست این ویژگی رو داره ببین این ویژگی و ذات ذات اینه خب حالی خب؟ میشه از این هم استفاده برد من میگم میشه درست شد میشه از این هم بهره چیز برد. بله این نقطه ضعفشه این نقاط قوتشه مثلا من از دوستان داشت همین حرف رو مطرح میگه گفتم خب ما میتونیم بگیم که خب اگه این بحثی که تو مثلا گفتی ضد مراجع و دینه ما میتونیم مثلا کنیم که رسانه ضد استکباری هم هست خب چرا بودم هیچی دیگه شو هم نشون میده زمان انقلاب قبل انقلاب شو نشون میده مردم دل انگاشون دراز بود در حالی که اگه شو بود حتما باید بلند میشدن میشه از این برداشت کنیم که بله قوبه اینکه اصلا ذات نه فقط تلویزیون گوشه موبایل هم همینه اصلا نه فقط این شما اگه همینجوری پرده باشه شما اون طرف باشی تو این هیئت هاست مثلا بعضی موقع فضا زیاد فضای مسجد جمعیت کمه یه پرده میزنن ها مثلا میری میبینی بعضی که اون طرفا پاشونو درست کش کردن این ویژگی اینه که آدم کسی رو چیه نبینه آیا این به این معنی میشه که این دین به دین بی میشه این خیلی برداشته عجیبیه حالا این مثالی بر شما میزنم تو نقض این ما یه سریالی ساختیم سریال خیلی خوبی هم نبود به فنی اما کل جهان اسلام رو گرفت یوسف یا مردان آنجلوس الان آیفیم آی دوباره نشون میده من نگاه سیخ کباب بودش هم اصلا یعنی به لحاظ قارشون یه قارت قلابی یعنی یه قار نبود تو مملکت برید شما توی قار بازی کنید واقعا اما چرا انقدر دیدن هنوز داره یوسف رو نشون میده بازم مردم نگاه هی مسخره میکنن ها دیدی میگن مختار و یوسف و هر چی پخش میکنن دوباره مختار داره نشون میده دوباره مردم می خود شما چند بار مختار دیدید دوباره میره خونه میینه داره نشون میده کانال عوض میکنه چرا میینه چرا یه خاطر این که این سریال ها جنود عقل رو داره تقویت میکنه قصه حضرت یوسف جذابه برای همین جذبت میکنه حضرت یوسف به ماجرای یک رابطه بد هم میپردازه قصه اما اصلا شما تحریک نمیشه چرا استادان خود در مورد این حرف زده چرا چون ایثار شهامت راستگویی صداقت اینا رو داره تقویت میکنه میبینه حضرت یوسف حاضر ز... بیفته زندان اما تن به ذلت شهوت نده پس ما میتونیم از سریال هامون استفاده کنیم اما سریال های ما چی داره آموزش من سریال بویه باران که داشت نشون میده عکس اینه سریال های ما چطور نشون میده میگه ازدواج نکن با کسی ازدواج نکن جز این که این خونه رو داشته باشو به دختر میگه ازدواج نکن جز این که این جهیزیه رو داشته باشی این پالس رو میفرسه ساده زیستیت تو سریال های ما در نمیاد از غذا یه فقر خیلی بدی رو نشون میدن تو جنوب شهر و این کارتون خوابا و ها که اصلا آدم بیزار میشه از زندگی پس مجموعا این سیستم جنود عقل رو باید تقویت بکنه قوانین ما جنود عقل یعنی مقاومت و مقابله کنه با هرس زدن این به درد جامعه میخوره یعنی هرچی ما آخرت گرایی رو افزایش بدیم سود کردیم یکی از بزرگترین داشته های ما ما جامعه آخرت گرایی در مقابل سیستمی سیستم از این بهره ببریم به خاطر هم خدا به این مردم عنایت کرد مردم آخرت گرایی ما داریم توسل به حضرات معصومین هر ماشین رو نگاه میکنی اسم امامی و دیر آینه قرآنی یا ببین یعنی وجود داره حالا یه ده هستن خیلی کمن اونا واقعا هم به لحاظ درصد بخوایم خیلی کمن هن من خونه که کمشون بکنیم من واقعا کمن اون مردم حالا توسل هن هر حرم امرزا در یک سال حرم امام 300 میلیون تشرف داشته 300 میلیون زائر نه ها 300 میلیون تشرف کجا اخوندی اینجا کجا رفت بیرون ها کجا اخوندی بعد آمار زائر یک سال به ما بده چه آمار 25 میلیون 30 میلیون آماری که داره داده میشه حالا بهش بگید آقا فلانی گفت آمارا چیز چقدر. شما مسئولیت دارید تو حرم <تص> این خیلی مهمه جامعه ما جامعه که فرهنگ شهادت پذیری توشه ما تنها جامعه هستیم که شهید رو روی تریلی تشییع میکنه این یه یعنی شهید نه با تریلی میارن افتخارم میکنه شما اینو مقابله... م... مقایسه کنی با جامعه دنیاگرای یهود و اسرائیل می کل تورات تو شما شخ میزنید یا آیه در مورد قیامت نداره همه رو حذف کردن همه رو حذف کردن فلسفه به شدت از مرگ میترسن در حالی که دقیقاً جامعه ما از مرگ نمیترسه جامعه ما با افتخار بچه هفتاد و ده هفتادیش میره شهید میشه اونطور شهامت به خرج میده آبرومون رو حفظ میکنه جلوی جونورایی مثل داعش محسن حججی و وقتی برمیگری همچنین تشیج جنازه برش میگیره این جامعه از مرگ حراسی نداره این خیلی ارزشمنده این باید تقویت بشه این همه قصه خوب ما داریم این همه پاستا رو ارتشی و بسیجی که الان 50 سال 60 سال سنشون شده درسته به هر کدوم اینا بگو به هر کدوم بگو. ما 700 هزار تا آدم رفتن جنگیدن بگیم الان 300 هزار تاشون زنده و حواس جمع و سر حال و همش هر کدوم اینا یک دونه خاطرات جالبشه تو 8 سال جنگیدن من بابای خودم 50 تا خاطره تاله برام تعریف کرده از جنگ یک دونه شو بهترین رو مثلا یک سازوکاری درست کنیم اینا رو جمع آوریم میدونی فیلم های حوزه دفاع مقدس چقدر میتونیم بسازیم که فرهنگ شهادت رو اصلا میدونی چرا ما تو حوزه نظامی اینقدر قوییم چون بچه هامون با فرهنگ شهادت طلبی بزرگ شدن تو این سیستم مقابل شما سیستم کفر مدرن برای اینکه بتونه ما رو بزنه بعد چی حسونه؟ شهادت ها. برای همین دارن از خیابونا اسم شهید کوچار رو چیکار میکنن حذف مثلا شهید علی حسینی رو مثلا خیابان علی حسینی آقا جون مقابله کنید هر جا دیده کوچتون رو شهیدشون برشتن نظر کن خودت برو شهید و به در بیار هم قشنگ با برچسب قرمز خب بیا خودت به چسبون بالا تا به خوشکل تر تمیز قبل اسم شهید و به که اینا بفهمن این کارهایی که دارن انجام میدن این حرومزادگی که دارن میکنن این حرومزادگیه خب اونایی که اما یه جای دیگه داره پخش میشه هی تو این شهر اون شهر مرزه بچهای محله جوادیه تهران خودشون ریختن فشار آوردن همه رو دوباره شهید دار بچه بچهای شیراز شبونه بلند شدن رفتن کوچه هایی که نه حس کردن خودشون شهید چسبونه با پول خودشون دمشون گرم اونا فهمیدن این فرهنگ نجات بخشه بابا داعش بهش میگفتن چرا انقدر تو غلظت نشون میدی این کارا چی ازش میپرسن رهبرانش می چی می گفتن گفتم بابا ما خیلی از شهرها رو با همین غلظت فتح کردیم بدون یه گلوله فهم میگفتن داعش اومد خود مردم شهر رو تحویل میده مثل کرکوک اما این در مقابل ایرانی جمع جواب نمیده خود اونا وقتی سنگر فتح نمیشد خودشون میگفتن اینا ایرانی ها پشت خط خود داعشی ها میگفتن میگفتن این ایرانی ها پشت خط بچه شیعه پشت خطه فاطمیون پشت خطن متوجه شدید؟ این فرنگ شد ما همچین جا ما روحیه مبارزه با ظلم داریم ما ایرانیا نباید بمیره این خیلی ارزشه ما ایرانیا ها حاضریم ده میلیون خرچ کنیم که هزار تومن به نفر پول زور ندیم طرف شکایت میکنیم یه هزار تومن از من کرایه اضافه گرفت بعد ازش پس پول وکیل میده کلی می... ش... چه میگم در بستی میگیره اسنپ میگیره تپسی میگیره میره میاد دادگاه فلان که فقط اون هزار تومن تو الگوم تو این روی مبارز و ظلم میگه به پول زور نمیده نمیشکه این خوب این ارزشمنده نه بگی ها ولش کن سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن نمیدونه اینو خطرناک این جامعه ما منجی گرایی داره جامعه که منجی گرایی داره اگه بنازیش تو گاف صندوق بنازیش تا قره اقیانوس بازم امید داره میگه امام زمانی دارم الان حواسش به من از من نجات دیگه از این اقلیت های مذهبی کشور ما شیعه شد تو سفر راهیان نور منش گفتم چرا شیعه شدی سالا من خودم دانشجو بودم موقع سالها پیش شاید 15 سال پیش گفتم چرا شیعه شدی ایشون گفتش که من دیدم شما تو طلایی که هیچ حشره هم پیدا نمیشه یعنی دیگه انقدر اونجا برهوته دیدم شما دارید سینه میزنید میگید آقابیا آقابیا. آقابی گفتم آقابی آقابی. ببین چه ایدئولوژی دارن تو برهوت هم گیر کنن امید دارن روحیه دفاع از مظلوم داریم یه جا به یکی ظلم بشه ما اصلا قاطیم برای همین میدونید که خیلی از سیاسیون ما از همین حس مردم ما استفاده میکنن و بر رأی آوردن خودشون مظلوم نشون میدن دو خودشون منجی وضع موجود نشون میدن دقت کردید هم منجی نمایی هم مظلوم نمایی هاشمی سال 92 سال 88 احمدی نژاد با فوش به هاشمی رأی آورده درسته یا نه قشن فوش داد باشه میگو بچهاش دارن چیکار از نه تا 92 مظلوم نمایی کرد 92 آدمش رایی بود دو منجی نمایی کرد و من میام منجی و موجودم احمدی نجات الان از 92 تا الان داره مظلوم میشه خودش میشه ببین من فوش میدن ببین بقایی رو گرفتن مشایی رو گرفتن ببین جامعه میل پیدا کرد این حس ها هست اصلا هست که اینا دارن روش سوار میشن حس درستیه او هنر اون آدم هاست که بلدن سیاست مدارا بلدن این کارو کن متوجه شدی؟ اینا نباید از بین بره ابدا این حس ها حس د... مرام مرام و معرفت آدم باید مرام داشته باشه یه وجب و باش ما معرفت داشته باش نمیدونم فلان از این حرفا چقدر شنیدید ها آقا لات طرف عرق خور تیر اما با مرام قبل انقلاب 55 56 آقا جون فیلم فارسی ما چی بوده پخش میکردن <applause> همه جا کاباره فلان به همان باز بوده اما تو همین ها تیه به رضایی و شاهروخ زرقام ها در میاد عرق میخورده خالکوبی میزن مرام داشته همین شاروخ زرقام بادیگارد کاباره بود اینا میمدن اونجا مست میکردن قاطی میکردن یکی بعد اونجا میبود اینا رو به این شونه سر داشته. یعنی آدم زوردار جوندار قوی و اینا یه یه زنه راضی نیست اینا به زور میخوان بله و برگشت بهش گفت که راضی نیستی من به خاطر پوله مجبورم گشنم حقوق اون ماه داد بهش گفت اگه به خاطر پول داری این کار میکنه. این کار نکن این خیلی مرام ها خیلی مرام میخواد حقوقش رو که بهش کنه اینم یه فاحشه مثل بقیه فاحشه ها به من چه من چند نفر رو میتونم نجات بدم دیدی بعضیا میگن نه او بی تفاوت نیست خدا خریدش شد شهید شاه رخ زرقام حر انقلاب اسلامی از بیشتر میخوای یعنی او یه داشته داره اون خیلی ارزشمنده همون جنود عقله مرام و معرفت شرافت حالا کسیف هم شده این استکان کریستالش جنسش خوبه حالا گلی شده خدا میگه میشورمش میگه شستن این کاری نداره به یه روزه درسته؟ اما این بعضی هستن بد جنسن جنسشون کریستال خوب نیست او دست امام معصومم بدی ابو جهل ابو جهله جلو پیغمبر بود آدم نشده ای ذاتش یعنی جنود جهل و صفتهای بد تو وجود این قلیان میکنه و افتخار میکنه به اینها مردم ما از پولشون و جیبشون میگذرن برای کارهای خیر گردش مالی عظیم در خیرات و حسنات تو کشور ما هست هیچ جای دنیا اینجوری نیست کمیته امداد 1500 میلیارد تومان جمعوری صدقات داره کلی یادم دارن باشن 170 هزار تا فرزند یتیم 400 هزار تا محسنین 72 هزار تا دانشجو 330 هزار تا دانش آموز 1 میلیون 500 هزار خانواده تحت بوشش کمیته امداد مردم دارن پولشون یعنی اگه صدقه ثواب داره تو مملکت ما سیستماتیک صدقه میدیم ما این خیلی عرضش من برای همین دقیقا تمدن کفر میخواد جلوش وایسته داره چیکار میکنه داره کمیته امدادو میزنه دقت کردید آینا پولا و همدان بر خودشون میدوزن حالا ممکنه یه جای خطایی شکل بگیره اما اون خطا چند درصده <تص> اصل ماجراست جامعه ای که سیستماتیک دفاع از مظلوم میکنه دفاع از فلسطین سیستماتیک دفاع از مظلوم نه یک نفر یک نفر مملکتشون داره دفاع میکنه از لبنان از سوریه از یمن ها ببین اینا این سیستماتیک باید این مسئله رو به گردش در آورد ما بتونیم درست کارمون رو پیش ببریم ایسار و فداکاری تو جامعه ما بلد و پررنگه تو کشور دیگه اینجوری نیست مثل جامعه ما سر ماجرای سیل و ای که پیش اومد تو هم یک دو سال گذشته شما دیدید مردم رفتن مردم ها مردم مردم رفتن شهر پل دختر از زیر گل کشیدن بیرون زیر گل که یه جایی بود تا سقف گل بود باید برید ببینید گلی که خوش شده بود کلوخ شده بود با ضربات نوک کلنگ خونه را از لای گل کشیدن بیرون مردم رفت سر زلزله چیکار کردن مردم سنگ تموم گذاشتن سر سیل آقلا شیه سنی مهم نبود براشون یه تصویر اومد از یه روحانی شیعه که یه روحانی سنی رو گذاشته رو دوشش داره از آب رد میکنه من گفتم اگه من رایفی پور صد تا سخن رو کردم هزار تا سخن میکنم تو وحدت به اندازه همین یه دونه عکس خاصیت نداشت و تاثیر نداشت این همه تو ایران میرن حزینه فرزندانی رو بر عهده میگیرن دیدی تره محسنی نوی چی. یه چیز دیگه یه حسی تو ما ایرانی هست خیلی بعضی ازش تو استفاده میکنن تو کشور خارجی بچه شده 18 سال 19 سال مثل مرغی که دیگه جوجش گنده شده نوک میزنه کلش میندازش از لونه بیرون پرتش میکنن بیرون میگن تو دیگه هزینه زایی برو بیکار تو مملکت ما نه بچه 40 سال شده ننه باباش دارن خرجش میدن چرا این روحیه چیه؟ ایثار دیگه ایثار اون پدر خانواده است ایثار اون مادره هر کی بچه زن داد چوار داد اینا یه دونه خونش رفتن بیرون سه تا برگشتن نوهم هم میان درد سر گردن پدر بزرگ مادر پوست اینا با پیری بدبختی سر پیری ای بچه رو بر بشور بیار ببر خوش کن فلان این ایساره دیگه خارج اونجوری نیست بهتون بگم خارج این نیازشون نه دیگه مادره اجاره ایه پول میدی یه سری پیرزن میفرستن خونت فقط با... کمکت نمیکنن باید حرف میزنن دلت خوب سرچ کنید دلت خونک دلت خالی شی یعنی <صح صح> هنوز تو این جامعه انسانیت زنده است بعد شروع میکنه اینا رو زدن مادر رو لنگ دن پایش پدر رو کولر درسته دید؟ همش میزنن جامعه ای که سیستماتیک ارزش اینو بدونه سله ارهامو بدونه تو جامعه که سیستماتیک ارزش سله ارهام دونسته بشه یه شب مثل شب یلا شب مهمیه برید سر بزنید اما چی یه ای ایرانی اسلامی توش حافظ میخونن قرآن میخونن ببین بفهمیم ما نیومدیم با سنت های درستمون مقابله کنیم پیغمبرم این کارو نکرد یه سری از سنت جاهلی رو پیغمبر به رسمیت شناخت تقویتش هم کرد ثوابم قرار داد شب یلدا شب زاده شدن خدای خورشید بوده کسی الان شب یلدا رو برای بزرگ داشته خدای خورشید برگزار نمیکنه هیچ خری خورشیدو خدا نمیدونه الان میریم چی میگم به بزرگترا سر بزنیم این خوبه خطرش چیه داره به یه سمت غیرتی بازی میره و اسراف و اینجوری اینو باید مقابله کن اینو باید مقابله کرد مقابله کن این سله اهرامو چه قدرش چرا ما روز پدر روز مادر روز عشق پاک چرا ما نداریم ولنتان مال ما نیست من به این بچه های واحد موسیقی من گفتم که از این به بعد برای تک تک اعضای خانواده باید موسیقی تولید طولی کنید چرا ما شعرهای موسیقی ما یه جوریه که طرف از دوست دخترش خونده جواب میده تا امام زمان دیدید <applause> جواب میده دیگه چون معلومش مخاطبش کیه یه جوری شعر رو استفاده کرده برای یه معشوقه داره میگه منظورم اون زمانه مجوز میگیره بعد تو کنسرتش دختره اینجا نشون میده و برای اون میخونه درست شد آه. چرا ما نداریم مثلا من گفتم عباراتی مثل خانم خونم اینو بیار تو شعر که مشخص کنین برای همسرش خانم خونم این دخترش نیست این زنشه عبارت مثلا آقای خونه مرد خونه نمیدونم چی خونه خونه یعنی خانواده رو بیاری تو شعر و شروع کردن بچه ها ما دارن گفتم برای دختر بعد شعر گفت برای پسر بعد شعر گفت برای چی برای دو... پدره برای دخترش میخواد تولدش شده یا آهنگ بفرسه نداره ما تولید نکردیم حالا فهمید چرا میگم گیج صدا سیمای ما صبح تا شبم آهنگ داره پخش میکنه برنامه موسیقی هم تا دلت بخواد داره استعداد یابی میکنه اما شعورش نمیکشه که بیاد بگه تو این جهت تولیدات داشته باشید شما فرض بکنید یه برنامه تلویزیونی رو گوش کنید یه برنامه تلویزیونی ها. موضوع خانواده برای اعضای خانواده و سراحتا تو شعر باید بیاد کار قرار تولید بشه نفر اول 500 میلیون جایزه اصلا جایزه هم فلان شرکت هم یه دسپانسرش میشه یه کار میگم که یعنی به چلاق بگی بتونه انجام بده اما اینا انجام نخواهند داد بگیم به غیرتشون بر بی غیرت بهشون بر بخوره انجام بدن شما 100 تا خواننده میان ثبت نام کنن هر روز 4 تا 5 تاشون میان بخونن یه ماه طول میکشه فقط یه دور اینا بخونن درست شد مردم رای بدن اینا همینجوری برن چی بالا نتیجه هم چی میگه هر کی اولش 500 میلیون مالون. اون یه میلیارد مال اون تو اصل جدی گفت 500 میلیون میدیم نمیدونم فلان درست شد حالا شما چی 100 تا آهنگ داری که با موضوع چی شده خب اصلا بامبینگ کردی جامعه رو یعنی پر از این آهنگا کردی یه یعنی نفر فردا بخواد برای دخترش برای خواهرش عشق خواهر و برادر به هم محبت خواهر و برادر به هم. محبت پاکه چرا وجود نداره کار نکرده این میشه اون تصمیمات سیستماتیک که چی سیستم داره جامعه رو حل میده به سمت این ولی وقتی ولش بکنی ولنتانی شکل میگیره که توش دقیقا عشق ناپاک هدف قرار نشقه پاک و اون فضیلت محسوب میشه و کسی که ولیتان برگذار میکنه افتخار میکنه به این کار نتیجه اینه که یه دوی بلد نیستم و نمیفهمم چیکار کنم بله حرم امروز 28 میلیون ظاهر من از سایت حرم گرفتم 28 میلیون ظاهر تو سال خیلی زیاده یه خورده کمتر از نصف مردم ایران دارن زیارت رو <تص> این <applause> ظرفیت وجود داره توسل میان حرم امام تا یه هفته بر میگنن سر حالن اخلاقشون خوبه میان حرم امام زن و شوهر با ماشتی میکنن میان حرم امام طرف نتیجه میگیره فلان رو ببخشه زنگ میزنه حلالیت میطلبه این پمپاژ صفات حسنه یا همون جنود عقل در جامعه هفته تا صفته برید تو حدیث هست هفته تا صفته ما بعد در خودمون تقویت کنیم و جنود جهل و صفات بد از بین مثل طمع مثل غرور کب دروغ چی و پس چی فعالیت آخر گران گران بیشتر بشه مورد بعدی مفهوم رفاه رو بعد جا بنوزیم رفاه نسبیه الان به شما بگم یه خونه یه ماشین بهتون بدیم راضیت همتون میگی داره دروغ میگید یه سال بعد میگید خونه 200 متری بعد میگید 250 متری بعد میگید یه ویلا شمال یه ویلا هم تو کیش زمستونم برم اون طرف این ته نداره بچه بودی شکلات بهت میدادن راضی میشدی بزرگ بشی دیگه راضی نمیشی رفاه نسبیه رفاه نسبیه یه زمانی شاه ها فقط آب گرم داشتن یه زمانی فقط شاه ها قشلاق میکردن یه زمانی شاه ها دو نفر آدم داشتن بادشون میزدن همین الان ما داریم کولر بخاری حمام آب گرم کن اما الان احساس میکنیم شاهیم نه چون الان دیگه شاه بودن باز یه چیز دیگه است و این ته نداره رفاه عاد رفاه عادی این همون مسکنشو طرف داشته باشه سرپناهشو دستش برای که پیش کسی دراز نباشه یه مرکب خوبی داشته بشه این طرف اون طرف بره ها مرکب خوب البته ما فعالیت آخرت گرایانه کم نداشتیم مثل تولید پراید <تصفح> این فعالیت آخرت گرایانه اصلا یاد مرگ از اول تا آخر 14 معصوم یاد میکنم بسم الله الرحمن یا رسول الله الرحمن. شروع میکنه یا امیر المؤمنین. خب همش ذکر اهل بیت توی ماشینا توی جاد که داری میری خب. یکی از این خارجی ها اومده بود ایران میگفت اون اهلند اومده بود میگفت اونقدر که من تو ایران یخچال سایت با سایت دیدن تو هلند نیست خیلی عجیبه یعنی بعد چی میگه گفتم نتانیاهو چی میگه نتانیاهو فنی ترین حرفو میزنه میگه خونه های ببرلی هیلز رو براشون پخش کنه خونه های سخت داره ایران اصلا میپوشه خیلی عجیبه چون میگه روحیه یه مقاومت از اینا میگیره رفاه طلبی ف... از حضرت زهرا جامعه, ش... جامع رسول الله رو آفت شناسی میکنه آسیب شناسی میکنه حضرت میفهمه میدونید چرا منو تنها گذاشتید چرا پسر عموم علی رو تنها گذاشتی میدونید چرا امامتونو رو تنها گذاشتید به خاطر اینکه شما حرکت کردید من الضیق ال السعه شما رفتید به سمت رفاه طلبی سعه ولش کن بابا به چسب زندگی این کارا چی نتایج توکل به خدا رو تو این چل سال انقلاب برای مردم بگیم تو جنگ توکل کردیم نیروی نظامی با توکل به خدا امروز قدرتمندترین نیروی نظامی منطقه خاور میانه در دستان ماست رقیبم نداریم رقیبم نداریم اراده کنیم اسرائیل رو قورت دادیم اراده کنیم یعنی اصلا دیگه لازم نیست ایران با اسرائیل بجنگه اسرائیل توانایی جواب دادن به حزب الله لبنان دیگه نداره دیدید دیگه تو همین دو هفته که گذشت این نتیجه توکل بود اون گریه ای بود گفتن کربلا کربلا ما داریم میای می ما گفتم اینا دیدی رفتیم پایمرد تو جنگ خندق گیر کرده بود اینجوری یه سنگی بود نمی‌تونستان بشکنن همین بر کلاً بیا با, با شما ان کار نیست بد به من یه ضربه زد یک سوم سنگ شکست گفت این فتح روم یه ضربه دیگه, دیگه شکست گفت این فتح ایران یه ضربه دیگه, دیگه فتح یمن یا مصر بعد یه سری از منافقا حالا بعدن به قدرت هم رسیدن بعضیشون میخندم گفتن ما الان برای قضای حاجت جرئت نمی‌کنه، خندق بیام بیرون فتح روم و مصر و ایران میدونی روم و مصر و ایران اون موقع یعنی مثلا میگه این فتح تادی اروپا این فتح آمریکا این فتح چین و روسیه همینه دیگه امپراتوری ابرقد جنگ عرب با ایرانی ها سپاه ایران 150 هزار نفره سپاه عربا دو هزار نفره اما شکست میخورن ایران اون روحیه نداشت اون روحیه است که آدم و یکی مرد جنگی به هست ست هزار تن اون موقع مسخره میکردن زمان ما میمادیم چی میگفتیم ما میگفتیم آقا انقلاب شما گیر کردید موندید خورمشر خودتون نمیتونید پس بگیرید تو کارتون گیر کردید نمیدونید چه خاکی تو سرتون بکنید بعد شما دم از کربلا کربلا ما داریم میاییم خورمشر خودتو بگیر آبادان از هست در بیار کربلا پیشکش و پروتر گفتیم نه قدس رو میخوایم بگیریم نه <laughs> حالا بابا فعلا راه قدس از کربلا میگذره بیای ببینیم چی میشه کربلا شما بگیریم دیدی رسیدیم انا ما نزدیک بلندی جولانی یه تکون دیگه میخوا بگید برای مردم اینا رو بسیاری از توانمندی ها وجود داره که مستمه مثلا موقوفات فراوان داریم که ما از اینا بهره نبرد شما کسایی که تو حرم ها کار میکنن چجوری کار میکنن دیدید تمام دل جونشونو رو میذارن آینه کار حرم جور دیگه کار کرده فرشیان برای حرم یه جور دیگه زحمت کشیده درسته کاشیکار یه جور دیگه زحمت اون کسی جارو میزنه جور دیگه جارو میزنه شما فرض بکنید کارخونه هایی که وقف میشد طرف کارخونه میساخت وقف میکرد برای فقرا برای امام حسین برای اون موقع اون کارگر خودش رو سر سفره کی میدید امام حسین اون موقع اون کارگر چه کار میکرد امام حسینی اون موقع اون کارگر دزدی از اون کارخونه دزدی از دستگاه ابو عبدالله نه از عبد. رئیس کارخونه این همه ظرفیت موقوفات چیکار کردیم هیچ الان مشد نصف وقفیه چی شده طرف همه شما درگیری درگیرید الحمدلله برای همینا با حرم مشکل دارید یکی خونه‌شه یکی مغازه‌شه یکی فلان یه اجاره جزئی که میدید که حاضر خونه خودت تو اینجوری از اجاره بگیرن خدا وکیلی 50000 هم بدین نمیدونم چقدر بدی حاضری عمرن ندی خونه خودتو اما از امروز اینجا اینجوری اجاره میکنی. فکر کنید این همه ظرفیت ظرفیت مثلا آمار عجیب قریب داریم برخ از شهر و بازار فلان خب اینا فرض کنید طرف بیاد وقف یعنی فرهنگ وقف جا بیفته که آقا امروز مثلا جنگ اقتصادی من بعد کارخونه جوونامو نیاز به کار دارن کارخونه میزنم وقف میکنم میگم با پول این سود این کارخونه همینا رو میخوام اینکه که کارگرن خونه بهشون بدم جوانای دیگه ای رو براشون ازدواج فراهم بکنم وقف منزل برای ازدواج طرف بگه آقا من اینو وقف کردم به نیت شادی دل امام زمان عجل الله که که چی که این خونه که من 100 تا 200 تا خونه دارم 50 تا شو 20 تا 10 تا 5 تا 2 تا به اندازه که اضافه تر دارم میدم به جوونایی که چی به خاطر مشکل مسکن زبالشون شما اون آدم خودشو مستجر امام زمان میدونه اون تا آخر میگه آقا خاص من برم تو این خونه و آقا خواست که این بره تو اون خونه بله تا آخر عشق بازی میکنه با. من خودم یه بار رفتم حرم این فیشا برای ما جور شده بود غذا گرفتم این نونشون نخوردم نگه داشتم گوشم تو جیب کتم اومدم بیرون بعد توی حرم هم دیدید که وای میستن جلو دم در اونجا و حالا اونجا نمایدم تو مسیر یه بند خدای بایست دونی جوون معتاد فلانی این نونه رو دادم بشه گفتم مال حرمه این شروع که گریه کرد عشق ریخ گفت من همین الان داشتم با امام رضا حرف میزدم که اگر اینجا یه نشونه برای من بفرست من میخوام ترک کنم نمیدونم فلان کنم به امام قام. ما معمولی میبریم و فکر کنی بابا بیم بیشتر مامور باشیم شما میگه اللهم مشبه کلا مریض الله مکس و کلا اوریان اللهم مشبه کلا جاین لم میدی بعدش یه جایی گرسنه پیدا بشه نمیری سیرش پس چقدر خوبه خدا سیر میکنه ما وسیله باشیم این همه جوان به خدا مشکل جنسی دارن به خاطر مسائل معیشتی نمیتونن ازدواج کنن ببینا آدم داریم در تهران ده هزار تا خونه داریم یه نفر آدم داریم در تهران 2500 تا خونه داریم ما اسم اینا رو هم میدونیم این دوستان ما روزه مسکن کار میکنن رفتن همین رو پیدا کرد همین نماینده مجلس هم که ما صحبت کرد همین ها بهش داده بودن اطلاعاتو دو هزار الذي جمع و عدده hey خونه گرفته داره زیادش میکنه که لا بزن نفل حتم و ما ادراک ما حتم تو وسط آتش خورد کننده خایس و بعد دو 2000 تا خونه رو بر چی داشت میبینی چه ثواب از ده هزار تا خونه میگن چه این قشنگ یه شهر گفتم یه شهری مثل, شهر مثل گلپایگان مثل خونسار سی هزار تا جمعیتش تو هر ده هزار تا خونه چهار نفر بفرسی میشه چل هزار تا قوانینی داریم که اینو بیجاب میکنه ما قانون نداریم که مالیات بذاره بر مسکن خالی سیستم ما میطلبه سرمایه داری رو مبین؟ سیستم ما ساختار داره میبره به سمتی که تو جامعه تضاد طبقاتی به وجود بیاد و جامعه که تضاد طبقاتی به وجود بیاد گوش نمیشن همه همه گوش گشنه. گفتم گشنه ها دنبال چی بودن اومدن تو میدون آماده کنم مجلسه برات با ابن زیاد گفتن چیزی هم گیرمون میاد گفت من هیچی بهتون نمیدم برید اونجا که چیزی گیرتون اومد خودتون گیرتون من. فقط به اندازه یه جوی اسبشون توبره اسبشون یه من داد با... با که بنزینشو داد گفت از کوفه برو تا کربلا متوجه بر همینا گوش بودن تو اونجا مترسد این بودن یه جایی پیدا بکنن برای همین وقتی دور گودال نه همگر هول میدادن یکی با خودش میگفت خب این انگشتره چقدر میارزه نکنه فرصت نکنم انگشتره در بیارم یکی دیگه به قاپه فرصت نداشت انگشتر رو درست در بیاره میگفت زمان میبره گشنه ها دنبال سرای بزرگتر بودن چون گفتن هم وزنش طلا میدن سر سرا دعوا بود اینا گشنه بودن چرا گشنه بودن چون یک آقای سی سال قبل یه طرحی داد مسئول شد اون جامعه چل سال قبل پنجاه سال قبلش یه مسئولیتی بده کرد یه طرحی گذاشت که در اون طرح آقای زبیر مولتی میلیاردر میشد تله مولتی میلیاردر میشد و این موالی این تازه مسلمانه بدبخت ها هر روز فقیر این از غذا اصلا فهم اسلامی هم نداشت میتونست در ساختار اون مورد سو استفاده قرار گفتیم زبیر موقع مرگ فقط 59 میلیون درهم پول نقد تو خونش داره یعنی 5 میلیون 900 هزار دینار یعنی 6 میلیون اینو اینو گردش کنیم 6 میلیون اونورم 4 دو دهم گرم طلا رو بکنیم 4 گرم 6 24 میلیون گرم طلا فقط تو خونه طلا رو میگید ورقای تلاشی که شکستیم دو تا غلامو دادیم بهش دستشون دستاشون تاول زد بعد اینا جلوی امیرالمومنین وای نیستن اینا دیگه پول دارن اینا رسانه دارن اینا کانال تلگرامی دارن اینا پیج اینستاگرامی بالا دارن اینا فلان سلبریتی در خدمتشونه بهشون میگن حرفو بزن اینا شبکه تلویزیونی دارن میتونن کاری بکنن زمانی که امیرالمومنین در مسجد کوفه ضربت میخوره مردم در شام بگن علی تو مسجد کوفه چی کار داشته مگه علی نماز میخونده اینا میتونن شانتاج درست کنن دروغ نتیجه چیه تضاد طبقاتی و این سیستم ما امروز داره تضاد طبقاتی به وجود میاره جامعه رو یزیدی میکنه پس از انقلاب پیامبر سر عبا عبدالله به نیرفته انقلاب ما خونش رنگین تر نیست سیستمی که پمپاژ فساد بکند خطرناک است قوانینی که پمپاژ فساد کنه پولدار سازی بکند سیستمی که این آیه رو گوش کنید این خیلی قشنگه میگه ای پیامبر این رو گرفتی بده به بدبخت بیچاره بده به ابن السبیل کی لا یکون دوله بین اغنیا برای اینکه نمیخوام دولت بیفته دست مایه داراتون میگه به فقرا برسه چون پولدار رأی میاره رأی که بیاره قوانین تصویب میکنه که پولدار تر بشه پس تو فقط یزید نبین خولی نبین خولی یه بود اگه اونو نمیبرد به خدا هزار نفر دیگه بودن همون کارو با سر بکنن خولی سر با خودش نمیبرد خولی با خودش چهار تا کیسه زر داشت این تو موقعش بود خولی با خودش میگفت هزار دینار دارم میبرم مثال میزنم عددو او نمی نمیگفت اصلا سر دارم میبرم که اینجوری گشنه بودن انقدر گشنه بود بدبخ رسید به دختر بچه گریه میکرد گوشواره رو کن گریه میکرد گفت آخه نه به این گوشواره کندنه نه به این گریه کردنه چی کار داری میکنی گفت آخه شما بچه های پیغمبرید شما ناموس رسول الله گفت چرا این کارو میکنی آه گوشنم من نکنم یکی دیگه میکنه من نخورم یکی دیگه میخوره من نبرم یکی دیگه میبره من ندزدم یکی دیگه میدزده این جملات جامعه را یزیدی میکند چون سیستماتیک قوانینی به وجود میارن که تضاد طبقاتی به وجود میارن بعد با این مقابله کرد با کارخانه که خولی میسازد خود خولی لعنت الله علیه اما خودش خیلی موضوعیت نداره کار بر همین بر همین عبارت داشته باش تیر که خورد قلب مبارک فرمودن این تیر کجا شلیک شد؟ سقیفه چرا؟ اونا قوانینی گذاشتن که جامعه تهش شد میدونی دیگه هر که عرب بود بیشتر حقوق میگرفت تو فوتوات شرکت کرده بود درصد از درصد میگرفت همه اینا این باعث شد یک سری بشه و بقیه این بدبخ منابع محدود دیدی منابع بدبخ هم پایین بشینن بعد بچه هاشون شدن کی؟ بچه سعد ابن عبی شد عمر سعد بچه زبیر شد عبدالله ابن زبیر باید 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 بچه های این ها بچه ها اینا کی بچه اش از شده محمد ابن اش میگه آزادگی داریم؟ آزادگی کجا به اون باجه کجا؟ در حالی که در قوانین اسلامی وقتی تو مسئول باشی میگه خانواده های مسئولین و بوستشون رو میکنیم کجا؟ میگه ای زن آن پیغمبر اگه شما خطا کنید با شما دوباره برسو چرا؟ این یعنی که خانواده های مسئولین برخورد سختتر خواهد بود نمیخواد آقا زدگی شکل بگیره حالا فهمید چی میگم؟ قوانین باید جلو این کار رو من عرض کردم چون فقط برای اینکه بدقول قول نشیم تو خورده بود خدمتون رسیدم پروازم داره من تا جایی که میتونستم وایستدم زنگم زدم تازه کارت پروازم پا... برام گرفتن واقعا دیگه پرواز نمیرستم سرتون درد بودم از میکنم از مدای برادر عزیزم من خودم خیلی دوست داشتم خیلی هم دوست دارم ایشونو و هم خیلی دوست دارم داشتم بشینم همیشه بهره ببرم منتها تا امروز کم سعادتیم خوش به حال شما که بهره میبرید تجدید در فرج امام زمان صلواتی